مرجعیت شیعه همگان را به تلاش در راه اعتلاء شعار حسینی دعوت کردند. بزرگ احیاگر شعار حسینی حضرت آیت الله العظما شیرازی که در اجتماع بزرگ عزاداران حسینی همزمان با شام غریبان سخن می‌گفتند فرمودند اراده خدا بر این امر تعلق گرفته تا مصائب حسینی خاموش شدنی نباشد. مرجعیت شیعه ضمن تشکر از همه کسانی که در جهان برای اقامه شعار حسینی بذل زحمت کردند فرمودند خوشا به حال آنان که در این روزها در راه اقامه شعار حسینی مورد آزار، شکنجه، زندان و مصادره اموال قرار گرفتند. بر طبق روایات هر کسی در این مسیر بیشتر ترسیده باشد و یا آزار دیده باشد اجر مضاعف‌تری دارد. معظم الله بخش دیگری از سخنان خود را به حادثه بعد از ظهر عاشورا در شهر مقدس کربلا و شهادت و مجروح شدن ده‌ها عزادار حسینی پرداخته و برای مجروحان حادثه از خدای متعال شفای عاجل مسئلت کردند. در ادامه مرجعیت شیعه نسبت به کارشکنی در دستگاه امام حسین علیه السلام هشدار داده و فرمودند حتی یک کلمه منفی در دستگاه حضرت سید و شهدا علیه السلام انسان را دچار عقوبت می کند. معظم الله سخنان خود را ادامه داده و فرمودند کسانی که سررشته ای از احکام و مسائل فقهی ندارند در جریان حضرت سید و شهدا علیه السلام با دین بازی می کنند. به طور مثال می گویند ضرر رساندن به بدن حرام است و در حالی که شرایط آن را نمی دانند. مرجعیت شیعه مسئولان و حکومت‌ها را مورد خطاب قرار داده و فرمودند سفارش من به همگان مخصوصا به کسانی که در این دستگاه قرار دارند این است که در دستگاه امام حسین علیه السلام منفی بازی نکنند. علل خصوص به مسئولان حکومت‌ها در هر پستی سفارش می‌کنم در مواجهه با این جریان خوددار باشند. معظم الله همگان را برای با شکوه تر شدن زیارت اربعین نیز توصیه کرده و فرمودند هر کسی در حد و توان خود در برگزاری مراسم اربعین حسینی بکوشد. این کار موجب سعادت دنیا و آخرت است. احیاگر شعار حسینی همچنین در پایان بیانات خود بر برگزاری عزاداری ها تا پایان ماه صفر تأکید فرمودند.